مانا نیستانی هستم، کارتونیست، طراح و تصویرساز و نویسنده کتاب های کمیک. از سال 1368 شروع به کار در مطبوعات کردم به عنوان تصویرساز و کارتونیست و در سال 1385 ناچار به ترک کشور شدم و از اون موقع در کشورهای مختلفی سکنا گزیدم که آخرینش فرانسه بوده برای 8 سال اخیر. آقای نیستانی، انقلاب ایران مشخصاً چه تأثیر مستقیمی روی زندگی شما گذاشت؟ در ریز ریز خاطرات من نقش بسته و تأثیر گذاشته میتونم بگم. از کودکی من شروع میشه، نه فقط از زمانی که من تصمیم گرفتم که یک روزنامه نگار و کارتونیست روزنامه‌ای بشم. جزء نسلی هستم که در 5-6 سالگیمون انقلاب شد و کودکی و نوجوانی رو در دهه 60 گذروندیم که به اعتقاد من یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ انقلاب بود و هست و اصلا یکی از سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر. دوره جنگ، دوره کشتارها، دوره ترس و وحشت، دوره حمله عراق، دوره که ناگهان تلویزیون برای بچه، از دید بچه 5 ساله دارم میگم، از تلویزیون برنامه کودکان، تمام رنگ‌های شاد، کارتونایی که پخش می‌کردن ناگهان همه رو قطع کردن به خاطر اینکه غربی آمریکایی بودند و جاش فضای سیاهی حاکم شد. تلویزیون دو شبکه بیشتر نداشت. برنامه بسیار حس و حال روانی داشت. من احساس میکنم که هیچ وقت ما بچه های طبیعی، نسل ما بچه های طبیعی از آب در نیومدن و نمیتونستن از آب در بیان. دوگانگی که حاکم بود در خانه و بیرون از خانه، شما فکرشو بکنید مدام توی خونه به ما تذکر، به عنوان شاید یه خانواده مذهبی چنین تجربه من مثل من نداشته باشن، شاید دوستان اصلاح طلب مذهبی همچین تجربه نداشته باشن، ولی یه خانواده که دگراندیش بود، مدل زندگیش مذهبی نبود، مدام پدر مدام مادر نگران بود که نکنه که ما چیزی توی مدرسه بگیم که نشون بده که ما مذهبی نیستیم، نشون بده که ما خیلی طرفدار انقلاب نبودیم و این دردسرساز بشه. میدونی این تظاهر و دوگانگی از اول با انقلاب در من به طور نوعی ریشه کرد و میدونم داستان خیلی دیگه هم بوده هست. این رو بگیرید بیاید تا زمان روزنامه نگاری و تمام بلاهایی که به عنوان روزنامه نگار دگراندیش، منتقد یا دگرخواه بر سر ما اومد، تمام کنترل ها، تمام ترس و درسات، تمام سانسوری که حاکم بود، امیدهایی که در ما تزریق شد مثل دوی خرداد و بعد توسط رهبری یا نهادهای رسمی نظام به تبدیل به ناامیدی شد و بارها این اتفاق افتاد در دورهای مختلف و برای نسلهای مختلف بعد از انقلاب 88 و بعدتر. این تضاد و دوگانگی، آره، به قول خودتون یاد داده میشه که چیزی که در خونه هست در بیرون نباید بگید راجبش. این چجوری نمود پیدا کرد تو کارهای بعدی شما، تو زندگی حرفه‌ای شما چجوری تاثیر گذاشت؟ خب این دورویی که این نظام در ما ایجاد کرد، این جریان انقلاب، جریان بعد از انقلاب در ما ایجاد کرد، تبدیل شد به نوعی از نقش بازی کردن، نوعی از تظاهر کردن برای اینکه ما همچنان در صحنه و در عرصه حاضر باشیم و فعال باشیم. این در طولانی مدت به اعتقاد من تبدیل شد به خودسانسوری، به دیگر فریبی. ترس من شخصا همیشه این بود که خیلی به این وادی نغلطم، یعنی هی باید راههایی پیدا میکردیم که یه مقدار از خودمون رو به نمایش بگذاریم. من لااقل اینطوری بودم، یه مقدار از خودم رو نمایش بگذارم، یه مقدار خودافشاگری بکنم، در این اینکه خیلی به دام نیفتم، در اینکه خیلی گزک دست سانسورچی ندم یا دست زندانبان ندم. متوجه هستین این اتفاقی بود که شخصا برای من افتاد و در یه دید وسیع‌تر وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که برای جامعه افتاد، یعنی جامعه درگیر این قضیه شد و در طولانی مدت تبدیل شد به یک دورویی نهادینه و حتی یه جور ارزش متاسفانه که خیلی کندن ازش دشواره، خیلی سخت است. این نطفهش در همون اول انقلاب کاشته شد.